بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير و ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بين عزيز سلام و درود خداوند بر شما امیدوار هستم که در هر جایی که و تندرست بوده باشين و امیر بیان علی علیه السلام آویزه، گوشه، و سلام آویزی گوش ما شما باشه بتونیم این کلمات را یاد بگیریم و مزامین این کلمات در زندگی خود ما پیاده کنیم ان الله امروز در برنامه بربال حکمت شرح و تفسیر حکمت هفتم نهج البلاغه است که در خدمت شما می باشم این حکمت امیر بیان علی علیه و سلام می و صدقتو دواء منجح صدقه یعنی همین اموری که ما به عنوان صدقه پرداخت میکنیم و فقیر و نیازمند دواء منجح یک دوای سودمند امیر بیان گفته و اعمال العباد فی عاجلهم نصب نصب و اعینهم فی آجلهم و کردار بندگان در این جهان پیش روی و پیش چشم اونا است در سرای دیگر در آخرت که توضیحش انشالله داده میشه دوستان بزرگوار در اینجا وجود نازنین امیر بیان میفرمایند صدقه صدقه بانه نیکی کردن که بیشتر وقتی ما الان صدقه میگیم یعنی پرداخت یک مالی به یک فقیر و نیازمندی همی پرداخت مال به فقیر و نیازمند که فرق نمیکنه صدقه مستحبی باشه یا صدقه واجب باشه که خمس باشه یا فرق نمیکنه زکات صدقه واجبی که زکات باشه یا خمس فرق نمیکنه هر کدام از اینا را وقتی ما به فقیر عنایت کنیم به کسی که گرسنه نست به کسی که نادار ناچیز عنایت کنیم این خودش میگه دوای منجح است چطور دوای منجح می دوستان بزرگوار بسیاری از اوقات شده که جامعه ما از فقر و نداری رنج ببره به خاطر فقر دزدی میشه به خاطر فقر آدم کشته میشه به خاطر فقر هزار یک جنایت دیگه اتفاق میفته ها کسی که صدقه بده جامعه ای که اهل صدقه دادن باشه جامعه ای که اهل ای باشه که دست فقیر و مسکین و بیچاره را بگیره خو قطعا این جامعه از بلای فقر و از بیماری فقر و از گرفتاری که فقر به وجود آورده خود جامعه نجات پیدا میکنه وقتی ما میبینیم ثروتمندا امساک میکنه یعنی دستشان از بزل و بخشش و دادن زکات و دادن خمس و از دادن نفقات اینا دستشان امساک شده چیزی عنایت نمیکنه روز به روز در جامعه فقر افزایش پیدا میکنه و وقتی انسان ها فقر فقیر شوند خانواده ها از هم میپاشن. خانواده ها وقتی از هم پاشیدن کودکان بی سرپرست در جامعه زیاد میشه کودکان بی سرپرست که در جامعه زیاد شد زمینه بزیکاری و کارهای دیگه فراهم میشه و در اصل جامعه دردمنده و کلید دردمندی جامعه صدقه است که ما با پرداخت صدقه میتونیم قسمتی از دردهای جامعه خودمانه شفا بتیم در حدیثی از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام داریم که آقا رسول خدا فرمود داو مرزاکم مرزا کن به صدقه بیمارانتان با صدقه تداوی کنند حتی اگر واقعا یک بیماری هم در خانه ماست با کنار گذاشتن یک مقدار پیسه و یک مقدار خورد و خوراک و دادن ایب و فقرا باعث تداوی ای بیمار میشیم خب او که خدمت شما عرض کردم از طرف دیگه وقتی که شما به فقیر عنایت کنی یک کمکی بکنی فقیر دعا میکنه و دعای فقیر قطعا در حق شما چون پشت سر شما دعا کرده برای شما و برای فامیل شما و برای بیمار شما قطعا ای مفید خواهد بود در ادامه وجود ناظرین رسول خدا میفرماید و ردو ابواب البلاء به دعا وقتی بلا به سمت شما می آید این بلا را با دعا کردن تذرع زاری به درگاه حضرت حق از خودتان دور کنیم و باز ما در روایت دیگه داریم که صدقه و پرداخت صدقه به فقیر بسیار نسبت به بیماری ما بسیار سریع باعث شفای بیماری ما میشه حالا چه رابطه تنگاتنگی هنوز علم به این قضیه نرسیده ولی روایات معصومین میفرماید که داوهم به صدقه مداوا کنین بیماران بیمارانتون با صدقه دادن فلیس شیء اسرع اجابتا پس شیع سریعتر از صدقه برای خوب شدن بیمار شما نیست ولا اجدا منفعتا عن المریض و هیچ شیئی از صدقه بیتر برای مریض شما نمی باشد ای قسمت اول حکمت هفتم در قسمت دوم وجود نازنین امیر و مؤمنان علی علیه صلات و سلام می و اعمال العباده فی عاجلهم نصب هم, هم فی عاجلهم میگه عمل کرد انسان ها عاجل یعنی اینمی دنیا عالی عمالی عمل کرده انسان در ای دنیا در پیش چشم انسان می باشه آجل هم یعنی در اوجای اجلدار مدتدار که منظور از این مدتدار و اجلدار همو قیامت است خو اگر ما توجه کنیم به این جمله امیر بیان این چیزی نیست غیر از تجسم اعمال ما در روایات اسلامی داریم مبحثی به نام تجسم اعمال که در اون مثلا گفتن نماز به صورت یک انسان خوش یک انسان زیبا مجسم میشه و ستم به صورت یک دود و به صورت یک دود سیاه مجسم میشه و این رقم مطالبی که در روایات ما داریم خب ما در قرآن هم قضیه را اشاره زیاد شده است که فرموده فما یعمل مثقال ذره خیرا یره کسی که به اندازه یک مسقال کار خوب کنه قطعا او رو میبینه یعنی نتیجهش میبینه یعنی عملش در قیامت برش مجسم میشه و ما یعمل مسقال ذرت مسقال زرتن یره کسی که به اندازه یک مسقال بسیار یعنی چیز اندازه کمی را کار زشتی انجام بدهد این کار زشت را قطعا خواهد دید این چیزی نیست غیر از تجسم اعمال یعنی ما اعمالی را که امروزه انجام میدیم نت... می نتیجه از این اعمال در قیامت می بینیم اگر اعمال خوب داشته باشیم تجسم اعمال ما به صورت خوب است اگر اعمال زشت و اعمالی که خدا او را نفرموده انجام بدیم خو این در قیامت بسیار زشت و خطرناک میباشه روایت هم هست میگه یک شخص عربی آمد محضر پیغمبر و گفت یا رسول الله به ما قرآن آموزش بده پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم این شخص عرب را به یکی از اصحاب سپرد گفت بهش قرآن آموزش بده و او مقداری که قرآن آموزش ده گرفت ده یاد گرفت قرآن به همین آیه رسید و من یعمل مسقال ذره خیر یره و من یعمل مسقال ذره شر یره اگر کسی یک مسقال کار خوب کنه میبینه یک مسقال کار زشت انجام بده او رو در قیامت میبینه کلا میگه ای دیگه یاد گرفتن قرآن گفت دیگه من همه یاد گرفتم و رفت پیغمبر وقتی سوال کرد از ای اصحاب که بنده خدایی که از شما قرآن یاد می‌گرفت چی شد او جریان نقل کرد گفت که ما وقتی به این آیه رسیدیم این آیه را برش یاد دادم وقتی که این آیه یاد گرفت گفت دیگه من همه چیز کامل یاد گرفتم بعد در اونجا پیغمبر میفرماید که سار فقیه ها او انسانی که به اینجا رسید و گفت من تمام چیز یاد گرفتم فقی و دانشمند شد ای خیلی ارزشمنده که انسان اعتقاد داشته باشه که او چیزی را که در این دنیا انجام میته در قیامت این تجسم پیدا میکنه ایره را میبینه چه خوب باشه و چه بد اگر انسان به چنین اعتقادی برسه به چنین باوری برسه قطعا بسیاری از کارهای زشت انجام نمیته و بسیاری از کارهای خوب و کارهای خداپسندانه کارهایی که پیغمبر و ائمه دستور داده ای را به بهترین وجه انجام میده ای که ما بعضی از اوقات کارای زشت از ما سر میزنه اعتقاد ما باور ما ضعیفه ای که بعضی از اوقات کارای خوب مثل نماز مثل روزه خمس حج و چیزهای دیگر را سبک میشماریم ای بر میگرده به اعتقادات ما که اگر به ای باور باشیم قطعا او کارا را به بهترین وجه انجام خواهیم داد امیدوار هستم که خدای تبارک و تعالی به ما این توفیق را بدهد تا دست ما به صدق دادن و کمک به فقیر و نیازمند باز باشه و از طرف دیگه هم به فکر تجسم اعمال خود ما در قیامت باشیم که از جو کشته کسی که جو بکاره هیچ وقت گندم درو نخواهد کرد مگه از مکافات عمل غافل مشو گندوم از گندوم بروید جو س جو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته